خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از تک استیشن. خیلی زود برگشتم، اپیزود سوم هم این چند روز پیش گرفتم، ولی انقدر اخبار تکنولوژی و فضایی و ماشینی زیاد تونتون میاد دیگه خودم هم هر روز میخونم، گفتم خیلی زود بیام بهتون بگم. سعی میکنم ویدیو رو خیلی طولانی نکنم، دفعه پیش میخواستم کوتاه باشه ولی 15 دقیقه شد. این سری سعی میکنم زیر 10 دقیقه جمعش بکنم که بتونم هر هفته بیشتر بیام این اخبار رو بگم. خیلی هم خودمونی تو ماشین در خدمتتونم دیگه، دوربین رو گذاشتم رو فرمون در خدمت شما، میشالله که نیفته. شروع کنیم اخبار این هفته رو، یعنی این چند روز گذشته رو در واقع با هم دیگه بررسی بکنیم. خبر اولمون ماشینی هست و مربوط به تسلا. تسلا یه آپدیت جدید داده. همونجوری که میدونید تسلا دائما سافتورش رو آپدیت میکنه، هی مثل گوشی تلفنتون شاید ماهی یه بار حداقل یه آپدیت میاد و شما ماشین رو میذارید آپدیت میشه و کلی امکاناتش هی دائما در حال تغییره. این آپدیت جدیده یه پرنتال کنترل یا یک در واقع دسترسی خانواده ها برای بچه هاشونه که خیلی آپشن جالبیه، البته نه خیلی برای بچه های نوجوانی که ماشین باباشون رو سوار میشن و میرن میخوان گاز بدن و یه مقداری اشغال کنن با دوستاشون. اونم اینی که تو مودای رانندگی مثل چیل، استاندارد یا اینسین، حتی تو ماشین پرفورمنس که معادل همون مودهای مثلا فرض کنید اکانومی یا اسپورت یا مثلا اسپورت پلاس ماشین های معمولیه، اومده یه پرنتال کنترل گذاشته. یعنی چی؟ یعنی که شما به عنوان صاحب ماشین میتونی یه پین کد بذاری که مثلا فرض کن بچه‌ت اگه نشست توی ماشین نتونه از اون مود اکونومی ها اصطلاحاً چیل مود تستا خارج بشه و تون نره. یا مثلا یه سری آپشن گذاشته، شما میتونی خب تمام سنسورا رو مثلا ماشین دیگه خاموش روشن کنی، تمام کنترل ماشین رو میتونی دائما محدود کنی دیگه، ولی تو این آپدیت شما میتونی کاری بکنی که اگه بچه‌ت سوار ماشین شد نتونه هیچ کدوم از این سنسورا رو آف بکنه، حالا سنسور اتو بریک و خیلی چیزای دیگه که جلوی تصادفاتو میگیره و اصولا هم برای آدم یه کمی آزاردهنده است روشن بودن همه اینا. تو آپدیت جدید پرنتال کنترل میتونه در واقع این چیزا رو بده با پین کد و خیلی اتفاق باحالیه. این از خبر اول. خبر دوم خیلی خبر باحالیه، یه خبر در مورد یه پروژه تاریخی فضایی به اسم پولاریس که قراره که احتمالاً 31 جولای، یعنی همین چند وقت دیگه، اتفاق بیفته. یه رکوردای جدیدی قراره توی بحث فضایی رقم بخوره. یه کپسول دراگون اسپیس ایکس قراره بره این رکوردا رو بزنه، ولی این پروژه اصلا ربطی این بار به اسپیس ایکس نداره و این پروژه کاملاً پرایوت و شخصیه. قراره اولین راهپیمایی پرایوت و شخصی، راهپیمایی فضایی شخصی تو دنیا توسط یک آقای بیلیونر آمریکایی اگه اشتباه نکنم به اسم جرد آیساکمن قراره که اتفاق بیفته که فرمانده این عملیات، البته ایشون فقط پولدار و در واقع تاجر نیست، ایشون قبلا هم خلبان فایتر بوده و یه سری مقام این شکلی داره. داره یه رکورد میزنه توی پروژه به اسم پولاریس با یه کپسول دراگون که قراره برن تو ارتفاع 700 کیلومتری مدار زمین در واقع بیان راهپیمایی فضایی انجام بدن. حالا این رکورد اصلا داستانش چیه؟ ما به غیر از پروژه آپولو که انسان روی ماه تونست حالا بالاخره خارج از یه کپسولی پیاده روی بکنه، یا که اونم خیلی نمیشه بهش گفت راهپیمایی فضایی به خاطر اینکه روی سطح ماه انجام شده، ما دیگه بالاترین رکورد پیاده روی فضاییمون مربوط بست به پروژه شاتل‌های فضایی که اومدن برای تعمیر پروژه تلسکوپ هابل و اگر اشتباه نکنم به ارتفاع 550 کیلومتری از سطح زمین رسیدن و راهپیمایی فضاییشون رو انجام دادن. یه جا گفتم پیاده روی، ببخشید راهپیمایی قاطی کردم. حالا اینا قراره که برن تو 700 کیلومتری از سطح زمین و این راهپیمایی فضایی انجام بدن. باز رکورد بعدی چیه؟ این اولین باریه که کپسول دراگون که اصلا طراحی نشده، یه در واقع ایلاک نداره. ایلاک چیه؟ توی اسکای فضایی وقتی فضا نوردا میخوان برن راهپیمایی فضایی، یک دریچه موقتی است که وارد اون میشن، اونجا پرشرایز میشن که بتونن در واقع از اون محیط باز برن توی فضا و کارشون رو انجام بدن. کپسول دراگون همچین چیزی نداره، هرچه بالاش باز میشه و اینا قرار برن بیرون و کل کپسول باید آماده این باشه که دیگه در واقع هیچ در واقع پرشرایزی انجام نمیشه و این آقا قرار این کار رو انجام بده. یه تیم 4 نفره هستن این فضانوردا و همونجور که بهتون گفتم این اولین راهپیمایی فضایی تجاری و پرایوت دنیاست که یک آدم شخصی داره خودش انجام میده. دیگه از اطلاعاتی که میخوام بهتون بگم، یه رکورد دیگه میخوام بزنن، میخوان در اولین بار این کپسول رو تو مدارگرد تو ارتفاع 1400 کیلومتری از سطح زمین در واقع یه مدارگردی انجام بدن که اینم بازی ارتفاع جدیدی است. بعد از فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی پروژه جمینی زمان آپولو
همچین اتفاقی افتاده بود که اونم مربوط به پروژه ماه بود و قرار نبود مدارگردی فقط در زمین انجام بشه، ولی باز این بار قراره این اتفاق بیفته. خلاصه که کامل کپسول دیپرشرایز میشه اصطلاحاً و اون هچ باز میشه و الان وقت مناسبیه که لباسای جدید اسپیس ایکس و در واقع لباسای فضانوردی جدید اسپیس ایکس و این فضانوردا امتحان بکنن تو این پروژه که قراره بکنن، لباسایی که خودشون قراره پرشرایز بشن و دیگه اینا وقتی که از اون هچ رفتن بیرون و راهپیمایی فضاییشون انجام دادن و برگشتن دیگه نگران هیچ نیستن، چون لباس کاملا پرشرایزه، کلی قابلیت باحال داره و قراره به غیر از این رکوردایی که میزنن کلی تحقیقات علمی هم بکنن توی این پروژه. اینم از اتفاقی که پولاریس به زودی میفته، من اخبارش رو تو اینستاگرام براتون میذارم. 4 تا از داوطلبای فضایی که برای پروژه شبیه سازی زندگی انسان توی مریخ 378 روز بود که توی محیط در واقع 3D پرینت شده خیلی بزرگ که شبیه سازی زندگی روی مریخ بود، اینا ایزولیت شده بودن در واقع، بالاخره اومدن بیرون چند روز پیش. این محیطی که داریم صحبتش رو میکنیم که تصاویرش هم براتون میذارم ببینید، یه جایی بود که برای شبیه سازی زندگی انسان روی مریخ درست شده بود، با یه 3D پرینتر خیلی بزرگ این اتفاق افتاده بود و اینا رفتن 378 روز اون تو قرنطینه بودن و شبیه سازی زندگی روی مریخ رو انجام دادن و بالاخره اومدن بیرون. جالبه که حتی یه تیکه رو شبیه سطح خاک و رس مریخ درست کرده بودن براشون، توش کلی آزمایشگاه و اینجور چیزا داشتن و تونستن تو همین مدت هم با همون شرایط شبیه سازی شده مریخ یه سری گیاه و اینجور چیزا در واقع پرورش بدن. اسم این پروژه هست چپیا وان که این در واقع پیش قدم های اولیه زندگی انسان روی مریخ. از اونجا که در واقع ما در آینده قرار بریم این اتفاق برامون بیفته، اینم داستان جالبی بود که اولین بار این 4 نفر اومدن بیرون از کپسول، 2 تا دختر و 2 تا پسر بودن اگر اشتباه نکنم، و این دیگه پیش درآمدیه برای آماده شدن انسان توی زندگی روی زندگی توی مریخ. خبر بعدی در مورد انفجار یکی از قسمت‌های یه ماهواره روسی به اسم ریسارس هست، ریسارس پیوان، که یه اتفاقات خطرناکی ممکنه توی مدار زمین ایجاد بکنه. این ماهواره قسمتش تو ارتفاع 355 کیلومتری سطح زمین منفجر میشه و میگن بیش از 100 قطعه زباله فضایی رها کرده توی فضا، که توی مدار خطرناکی هم هست که کلی ماهواره اکتیو دیگه اونجا عملیاتی هستن و اگه هر کدوم از این 100 قطعه به یکی از اینا بخوره باز دوباره اون خودش قطعات زباله دیگه ای رو به بار میاره. و از اون بدتر این که ایستگاه فضایی تو ارتفاع 400 کیلومتری است، نه تنها ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS، ایستگاه فضایی چینی‌ها هم تو همون ارتفاع هست و مشغول هستن و یکم احساس خطر کردن از این بابت. شرکتی داریم ما به اسم شرکت لئو لبز که این شرکت کارش اینه که میاد این زباله‌های فضایی اینا رو دیتکت می‌کنه، بعضی‌هاشو حتی منهدم می‌کنه و این شرکت گفته که هفته‌ها یا شاید ماه‌ها طول بکشه که این صد قطعه در واقع زباله‌های فضایی که از این انفجار به وجود اومدن دوباره برگردن تو اتمسفر، این ارتفاعشون کم بشه بیان تو اتمسفر بسوزن. کلاً زباله‌های فضایی و اتفاقات این شکلی یکی از خطرات بزرگ زندگی فضایی آینده است. یعنی شما حساب بکنید توی اون محیط با اون سرعت وحشتناک 28000 کیلومتر در ساعت ماهواره یه تیکش منفجر بشه، میتونه صدها هزار قطعه کوچیک حتی اندازه سر سوزن توی فضا پخش بکنه که با سرعت زیادی در حرکتن و حتی خوردن یک دونش به ایستگاه فضایی میتونه باعث به خطر انداختن جون تمام فضانوردا بشه. خلاصه این اتفاق افتاده، بعد ببینیم در آینده چجوری جمعش میکنن. یه خبر باحال دیگه دارم که خیلی به خودم ربط داره، خبر لگویی هست. در واقع یه لگو در واقع اومدن با یه قطعه بریک لگو رو از یه متریال غیر زمینی بالاخره اومدن درست کردن با 3D پرینتر، که در واقع این متریال خاک ماه و غبارهای فضایی هست که اومدن اینو برای اولین بار محققا درست کردن. حالا چرا اومدن قطعه لگو درست کردن؟ برای اینکه این شبیه سازی رو بکنن که ما در آینده روی ماه و مریخ بتونیم خودمون یه همچین فضایی رو ایجاد بکنیم و یه با 3D پرینترهایی که شبیهش رو ما رو زمین داریم بتونیم همونجا تولید رو انجام بدیم، به خاطر اینکه همونجوری که میدونید حمل و نقل هر چیزی به ماه و مریخ هزینه بره و خیلی سخته و بهتر اگه استراکچری اونجا قرار درست بشه خود انسان بتونه این کارو انجام بده. و اومدن روی قطعه لگو تست کردن با 3D پرینتری که واقعا کمپانی لگو استفاده میکنه و موفق هم شدن. حالا قراره که کمپانی لگو در واقع تو کلابریشن این کارو کی انجام داده؟ ایسا انجام داده، سازمان فضایی اروپا انجام داده. و حالا قراره که این قطعه لگو رو، البته شبیهش و نه خود واقعیشو،
بیان تو تمام نمایندگی لگو تو تمام دنیا این تابستون ارائه کنن، توی کیس خاصی میذارن و این پیش قدم ساختن در واقع قطعات مختلف متریال خاک و غبارهای فضایی هست که باهاش بتونن یه سری استراکچر درست بکنن. مثلا فرض کنید بتونن یه پایگاهی تو ماه درست بکنن، منتها با متریالی که رو خود ماه هست، بخاطر اینکه از زمین نمیشه جابجا کرد چیزی اینجا. خلاصه این لگو داستانش خیلی باحاله و به عنوان آخرین اخبار خیلی فوری، سامسونگ هم آفیشیالی اومد گالکسی رینگش رو ریلیز کرد. گالکسی رینگ یه چیزی رینگی اول دستو میکنی مثل حلقه است، خیلی عادی، ولی حلقه دیجیتاله، در واقع حلقه هوشمنده، ببخشید سمارت. قیمتش 399 دلاره، با تیتانیوم ساخته شده این گالکسی رینگ و یه سری کارا میتونه بکنه، مثل اینکه فعالیت‌های روزانه و ورزشیتون و مثلا فعالیت‌های سلامتیتون و اینا رو دائما در حال ثبت و میتونه از طریق اپلیکیشن بهتون راهنمایی بده. یه جورایی مثل اپل واچ و ساعتایی که برای کارهای ورزشی استفاده می‌کنید، از ضربان قلبت بگی تا نمیدونم سالم بودن خوابت و آنالیز خوابتون و این جور چیزا بهتون میگه. میتونید به گوشی هم کانکتش بکنید و یه سری کنترل از روی گوشی باهاش انجام بدید. یه رینگ ساده 400 دلاریه و اینم جدیداً ریلیز شد. خواستم اینم به عنوان آخرین اخبار بهتون بگم، تصویرش هم گذاشتم دیدید. ببخشید سعی کردم خیلی سریع اخبار رو بهتون بگم و ماشینم دیگه تقریباً شارژش رو به اتمامه. ما بریم به ادیت این اپیزود برسیم که زود به دست شما برسونیم. خیلی چاکریم، مرسی که نگاه کردید.